صدای بی صدا. آهنگ مرد تنها با صدای فرهاد، 5 دهه پیش فیلم رضا موتوری به کارگردانی مسعود کیمیایی. آهنگی که از آن در آثار سینمایی مختلف بعد از انقلاب هم استفاده شده. پخش آهنگ‌های فرهاد پس از مرگش با مخالفت و شکایت صریح خانواده‌اش همراه بوده. حالا با گذشت سالها بار دیگر استفاده از این آهنگ ماندگار بحث حقوق مادی و معنوی آثار هنری و جایگاه آن در قوانین را به میان آورده. ماجرا مربوط به شکایت پوران گلفام، همسر فرهاد، درباره استفاده از آهنگ مرد تنها در فیلمی است به کارگردانی بهروز افخمی، فرزند صبح، فیلمی که به زندگی آیت الله خمینی در دوران کودکی و تا 7 سالگی و بخشی از دوران جوانی او مربوط می شود. فیلمی که با گذشت بیش از 1 دهه از زمان ساختش حالا به نظر می رسد نسخه نهاییش آماده نمایش باشد. کرده بودند بعد همسر فرهاد با شکایت از آقای افخمی گفته حقوق مادی و معنوی استفاده از صدا و آهنگ‌های همسرش با خانواده اوست و کارگردان حق ندارد بدون اجازه از آنها استفاده کند. شکایتی که واکنش بهروز افخمی را در پی داشت. خانم پوران گلفام، زن فرهاد مهراد، فکر میکنه که صاحب حقوق معنوی آهنگ‌های فرهاد هست و صدای فرهاد هست. در حالی که اگه یه بار قانون مؤلف و مصنف رو از اول تا آخر بخونه متوجه میشه که اصولا قانون مؤلف و مصنف میگه حقوق معنوی قابل انتقال نیست، فقط حقوق مادی قابل انتقاله. اما قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان چه میگوید؟ قانونی که در سال 1348 خورشیدی تصویب شد و چند سال بعد در سال 89 هم لوایحی به آن اضافه شد. طبق ماده 12 این قانون طبیعتاً حقوق پدید آورنده در صورتی که وارث داشته باشه به ارث میرسه، وصایت هم کرده باشه که به موجب اون وصیتش به اون فرد میرسه. اما به بند 4 این قانون لایحه اضافه شده که در آن آمده حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. این یه مغلطه هست. این ماده 4 اومده توی این قانون استناد کرده، اشاره کرده، تصریح صریح کرده، گفته حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال. این محدود به زمان و مکان نیست یعنی بعد از 50 سال هم اگر بگذره، که طبق ماده 12 50 سال این متعلق به وراث هست، بعد از 50 سال هم نمیشه این رو تحریف کرد. ماده 18 تصریحی داره، ماده 17، ماده 18، ماده 19 و مخصوصا در خصوص بحث ما ماده 19 تصریح داره هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده یا قائم مقام اون ممنوع است. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو این اولین بار نیست که خانواده فرهاد از پخش بدون اجازه آثار او شکایت میکنند. سابقه آن به 15 سال پیش برمیگردد، زمانی که خانم گلفام در نامه‌ای به عزت الله زرقامی، رئیس وقت صدا و سیمای ایران، از پخش آهنگ یک شب مهتاب از صدا و سیما شکایت کرد و از او خواست صدا و سیما آهنگ‌های فرهاد را پخش نکند. پارسال هم همسر فرهاد درباره استفاده از صدا و آهنگ او در فیلم غلامرضا تختی شکایت کرد. به نظر می رسد برای رعایت حقوق مادی و معنوی آثار هنری و فرهنگی کم و کسری از نظر قوانین نباشد، ولی چیزی که بیشتر جای خالی آن احساس می شود صراحت بیشتر و ابهام زدایی از قوانین فعلی است تا جلوی تفسیر به رأی آن گرفته شود. ریحانه مظاهری، BBC.